بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام و على حبیبنا رسول الله و على آله و صحبه و من مولا. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده که ایشون می فرمودن الکبر و بطر الحق و غمط الناس. کبر و غرور اینه که به خودت اجازه ندی که حق رو قبول کنی. وقتی یه چیزی اشتباه کردی، حقی رو شنیدی، قبول نمی کنی. این علامتی کبر و غروره. یکی دیگه از علامتهای کبر و غرور اینه که دیگران رو تحقیر کنی، خودت رو از دیگران برتر بشماری. این علامت کبر و غروره و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. داخل بهشت نمیشه کسی که تو قلبش یه ذره از کبر و غرور باشه. الکبر و الکبریا و ردائی. خداوند متعال میفرمایند در حدیث قدسی که کبریا سیمای الهیست. کسی بیاد کبریا رو از خدا بگیره و خودش نسبت بده، خودش رو برتر بدونه، خداوند کمرش رو میشکنه. پس خب مغرور بودن و خودنمایی این یکی از صفتهای شیطانی است که احیانا در انسان بروز میکنه و میبینیم که بعضی ها نشستن همیشه انتقاد میگیرند، خودشون رو از دیگران برتر میدونند، همه کارهای دیگران رو زیر ذره‌بین میبرند. اگر کسی بیاد در راه خدا خدمت ها بکنه میگن آه ببین، خودنمایی رو ببین، ریا رو ببین. اگه کسی کم داره و در راه خدا بده میگه که خدا چه نیاز به این داره. در غزوه تبوک وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمادگی میگرفتن و مؤمنان میومدن انفاق میکردن، وقتی امثال ابوبکر و عبدالرحمن و ابن عوف و عثمان ها میومدن هزاران هزار میدادن، منافقان نشسته بودن که ریاکارا را ببین، خودنمایی ها را ببین. وقتی بعضی از مؤمنان میومدن هیچی نداشتن، یه نیم کیلویی به سلا کشکی خرمایی می آوردن، اونا که می گفتن با این نیم کیلو خرما، یه دو سه تا خرما می خواد با این لشکر 30,000 نفری می خواد چی کار بشه؟ ان الله لغنی من صدقتی هذا. خدا من نیاز به صدقه این فرد نداره. این افراد مغرور، این افرادی که شیطان بادشون کرده مثل بادکنک شدن، خودشون رو می بینن دیگران رو نمی بینن، همیشه فکر میکنن خودشون از همه بهترن، به نام دعوت اسلامی و تبلیغ و دین و اینا میان همه رو زیر سوال میبرن که فلانیا چرا این کار میکنن، فلانیا چرا این کار نمیکنن. خودت چی کار کردی؟ تو خودت برای این دین چی کار کردی؟ مگه تو منکر و نکیر دیگرانی؟ مگه خداوند تو رو اینجا گذاشته که دندم و سنگ دستت بگیرید تعب دیگران رو بسنجی؟ خودت به خودت بنگر. برای این دین بیچاره چی کار کردی؟ خداوند از تو نخواهد پرسید که فلانی چرا این کارو نکرد، فلانی چرا این کارو کرد. از تو خواهد پرسید که تو چی کار کردی. این کبر و غرور رو باید تو خودمون خوردش کنیم، خودمون رو خاکی کنیم، همیشه احساس کنیم که ما هیچی نکردیم و همیشه به اصطلاح در کار خیر خودمون رو کم بدونیم، نگاه کنیم به اونایی که از ما پیشن، در مسائل دنیا نگاه کنیم به زیر دستان، اونایی که ما از اونا وضعمون بهتره، تا شکر خدا رو به جا بیاریم. هر کاری میتونیم بکنیم باید این کبر و غرور رو از صفحه قلبمون پاک کنیم، و الا اگه یک اثر کمی، یک ذره از کبر و غرور در انسان باشه، هرگز وارد بهشت نمیشه.